شاید آگاهی داشته باشید که یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در همین انتخابات خرداد گذشته، در زمانی که خیلی ها در تب و تاب پشتیبانی از آقای روحانی می سوختند و اندرز می دادند که آقای روحانی آخرین امید مردم ایران است و اگر به او رأی ندهیم آقای رئیسی می آید سر کار و بیچاره خواهیم شد و آقای رئیسی جنگ با آقای ترامپ به راه خواهد انداخت و آقای ترامپ به ایران حمله خواهد کرد، من نوشته کوتاهی رو در تارنماهای اینترنتی خارج از کشور درج کردم که در اینجا و اونجا هم در ایران بازتاب یافت و خیلی ها هم به من خورده گرفتند. سرنامه این نوشتار من چنین بود: در نکوهش از شرکت در انتخابات. من از شمار کسانی نیستم که هوادار تحریم حرفه‌ای انتخابات، همه انتخابات ها و یا شرکت در هر انتخاباتی باشند. به داوری من باید سنجید که آیا به دلایلی باید در یک انتخابات شرکت کرد یا نکرد، به سود منافع مردم، به سود دموکراسی، به سود حقوق فردی، به سود خیلی چیزهای دیگر، به سوی گشایش حتی جامعه هست که آیا در انتخابات باید شرکت کرد یا نکرد. من در سال 1388 با تمام وجود از شرکت در انتخابات پشتیبانی کردم، زیرا بر این باور بودم که جنبشی در پیش است و پیشبینی هم درست بود و جریانی که در پشتیبانی از آقای کروبی و موسوی برخواسته بود سرانجام به یک جنبش نیرومند اجتماعی تبدیل شد که جنبش سبز نام گرفت، اگرچه ناکام ماند ولی به هر روی آثار خودش رو در جامعه ایران به جای نهاد. در این انتخابات دوره گذشته در سال همین امسال خرداد 88، دلیل من برای شرکت نکردن در انتخابات در این بود که مردم باید یا روشنفکران باید برای دعوت مردم به شرکت در انتخابات یک انگیزه ای داشته باشند. در انتخابات سال 88 موضوع دموکراسی بود و به نظر می آمد که اگر کاندیدای دولتی در این انتخابات شکست می خورد، یعنی کاندیدای آقای خامنه ای که احمدی نژاد بود، شاید یک گشایشی در جامعه روی می داد، چون هم برنامه سیاسی آقای موسوی و هم برنامه سیاسی به ویژه آقای کروبی در پشتیبانی از باز شدن جامعه بود. ولی جدا از اینکه اونها چه پیام میدادن، یک جنبش نیرومند اجتماعی از جوانان در شکل گرفتن این کارزار انتخاباتی به وجود آمده بود که نشان میداد که جامعه در یک هیجان ویژه به سر میبرد. و خب میدانیم که با کودتای پس از انتخابات و بازگشت آقای احمدی نژاد به صحنه، تمام اون آرمان آرزوها برباد رفت و جنبش سبز هم به راستی باید گفت سرکوب شد و سه رهبر، یعنی آقای موسوی به همسرشون و آقای روحانی، آقای کروبی، همچنان پس از این همه سالها در زندان خانگی هستند. اما در این دوره من یک شرط گذاشته بودم برای اینکه آیا می توان از کاندیدای در این انتخابات پشتیبانی کرد یا نه، و آنچه که پیش روی مردم و نمایندگان کارزار انتخاباتی نهاده بودم به عنوان یک بحث بسیار مهم این بود که به ویژه با انتخابات ایالات متحده آمریکا و با سیاست‌های تازه‌ای که عربستان و اسرائیل در پیش گرفته بودند و تا حدودی محاصره اقتصادی نظامی ایران و همپیمان شدن پاره از کشورها از مصر گرفته تا امارات متحده عربی، سرتاسر کشورهای خاورمیانه، ایران در یک دوران بسیار بحرانی به سر می‌برد و بیمهراس جنگ که به نظر می‌آمد در دوران آقای ترامپ تا حدودی رفع شده بود، بار دیگر این بوم شوم جنگ بر سر ایران پر گشوده. این است که به عنوان پیش شرط پشتیبانی از یک کاندیدا این رو قرار دادم که باید از کسی پشتیبانی کرد که آشکارا بگوید در صورت انتخاب شدن ایران رو از درگیری‌های جنجالی و ماجراجویانه در خاورمیانه به دور خواهد نگه داشت، یعنی از سوریه خارج خواهد شد، در
یمن راه مذاکرات در پیش خواهد گرفت، در عراق دولت دست دولت عراق رو باز خواهد گذارد و نیروهای نظامی ایران را از عراق فرا خواهد خواند و وارد درگیری های نظامی در کشورهای پیرامون ایران نخواهد شد و از برجام بهره خواهد گرفت برای گسترش روابط اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای اروپایی و سرانجام هم با خود ایالات متحده آمریکا. اینها نکاتی بود که من در میان نهادم و البته هرچه بیشتر نگریستم کسی رو در میان کاندیداهای انتخاباتی نجستم و نیافتم که با این گونه اندیشه ها اصلا سر سازگاری داشته باشد و نزدیک باشد. آقای روحانی که زمانی منتقد به سپاه بود و می گفت این سپاه یک نمونه ای از انباشت قدرت و ثروت و همه این چیز هاست، آشکار بود که پس از انتخابات همچنان فرمان رهبر رو گوش فرا خواهد داد و در اون دوران هم هر گونه سخنی رو از هر گونه سخنی درباره بیرون آمدن ایران و جلوگیری از این ماجراجویی های منطقه‌ای سر باز زد. این است که در این مقاله من به این پرداختم که روشنفکران و رهبران سیاسی و اونهایی که نسبت به آینده ایران دردمند و اندوهگین و نگران هستند باید مردم رو به شرکت در این انتخابات امیدوار نکنند، یعنی امیدوار نکنند که از صندوق رأی چیزی بیرون خواهد آمد که از دوران گذشته جدا خواهد بود. بخشی از این، یک پاراگراف از این رو برای شما میخوانم. سکولار دموکرات های ایران در این کارزار انتخاباتی کدام کاندیدا را میشناسند که به روشنی چنین بحرانی را دریافته باشد و پایان دادن به ماجراجویی های منطقه‌ای و شرکت در جنگ های محلی مذهبی و قومی خاورمیانه را برای کاهش یا پایان دادن به این بحران وعده دهد، تا شاید دست کم آن وعده توجیه پذیرفتنی و خردمند برای پشتیبانی از او باشد. آنها که ژرفای بحران ایران امروز را دریافتند می دانند که در این کارزار انتخاباتی اسب دونده‌ای که به جای خود قاطر چلاغی هم ندارند که بران شرط بندی کنند. در این انتخابات نباید شرکت کرد. پشتیبانی از آقای روحانی بازی در زمین حکومت تبعیضگرای دینی است که ایران را به سوی جنگ و چند پارچگی می کشد. اینک ماها از انتخابات می گذرد و آقای روحانی دور دوم ریاست جمهوری خودشون رو آغاز کردند با وعده هایی که می دادن. و در این دوران دیگر با آقای اوباما طرف نیستند، با ماجراجوی دیگری طرف هستند به نام آقای ترامپ که نخستین سفر خارجی او به عربستان سعودی بود و سپس هم در اون پیام ویژه‌ای که در سازمان ملل داد و خیلی ها شادمان شدند اصلا خلیج فارس رو به کشورهای عربی بخشید و نام اون رو با یک خنده ایش تمسخری عوض کرد. جای گفتگو نیست که اگر سیاست های امروز ایران ادامه پیدا بکند، نه تنها تحریم ها در مورد ایران بار دیگر به میدان عمل کشیده خواهد شد، بلکه بیم و هراس جنگ هم بالاتر و بالاتر خواهد گرفت. و اینجاست که باید پرسید آقای روحانی در این زمان، در این چند ماه چه کرده است. و آنهایی که می گفتند اگر آقای روحانی سر کار بیاید چنین و چنان خواهد کرد، ببینیم آقای روحانی در این مدت چه کردند. از جناب مشکیگار درخواست می کنم یک سخنرانی که خیلی از شما هم میهنانی رو دیده اید، شاید این برای شما تازگی داشته باشه، شاید بر روی تازه تر کنه این دیدگاه آقای روحانی رو. این سخنان آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری است، شاید نزدیک یک سال و نیم پیش از انتخابات ریاست جمهوری، یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری است، در اون دوران کارزار. ما باید تجمیع قدرت رو از بین ببریم. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، اگر تفنگ و پول و
روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها رو تفکیک کرده. ما در مجلس شورای اسلامی شاید مثلا یک سال گرفتار این مسئله بودیم، به ما فشار می آوردن که دستگاه اطلاعاتی کشور رو بدیم به یک نهاد نظامی و ما زیر بار نرفتیم. فشار که به ما زیاد شد از امام سوال کردیم. امام فرمود نه، من همچون نظری ندارم، شما تصمیم بگیرید. و ما یک وزارتخونه درست کردیم، با اینکه کار بسیار سختی بود برای اطلاعات وزارتخونه درست کردن، معانی خاص خودش رو داشت. وزارت اطلاعات درست کردیم که مجلس بتونه نظارت بکنه و در وزارت اطلاعات گفتیم نیروی مسلح نباید وجود داشته باشه تا بشه کنترل کرد. ولا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. اشکال داره کار ما، اشکال داره، ما اشکال رو باید رفع بکنیم. خب این سخنان آقای روحانی پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوری دوباره است. زمانی است که به مردم میگوید که انباشت قدرت در یک نهاد، در یک جا فساد به وجود میآورد و شما نیکترین آدم هم که باشید از پس چنین فسادی بر نخواهید آمد. ایشان حتی به نظر می آید که با دنیای سیاست غرب هم آشنا باشه، با مدل های دموکراسی. می گوید این دنیا دریافته که قدرت نباید متمرکز باشه، چنگانگی قدرت و یا دستگاه های فرمانروایی موازی درست کرده، قوای سگانه و حتی قوای بیش از سگانه امروز در دنیا ما میبینیم با پیدایش نهادهای بسیار توانایی مانند روزنامه ها، اینترنت، ساختارهای اقتصادی. ما یک فقدان تمرکز قدرت در دنیای پیشرفته داریم. هرچه تمرکز در یک کشوری، تمرکز قدرت و ثروت کمتر باشه، اون کشور دموکراتیک تر هست. این رو آقای روحانی هم دریافته. البته این پیش از آن است که آقای روحانی به جای ریاست جمهوری رئیس حرم رهبری بشود، چون میدانید که در این حرم سراهای شاهان گذشته ایران کسی رو که رئیس حرم میکردن یه عمل جراحی هم باش انجام میدادن و او رو از مردی میانداختن، ناتوان میکردن که کاری از او بر نیاید. این آقای روحانی امروز اون روحانی که این حرف ها رو، وعده ها رو به مردم داده بود نیست. اینها وعده های انتخاباتی بود و سخن من هم در دوران پیش از انتخابات این بود که تا هنگامی که ولایت فقیه در ایران وجود دارد و ولایت فقیه و سپاه پاسداران از چنین نیرو و توانی در کشور ما برخوردار هستند، اصلاحات در کشور ما ناشدنی است. و شما اگر سر سپاه و رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه رو از سر این حکومت دینی بردارید، خود این حکومت از میان خواهد رفت. اینکه اونها هم دریافتند که اصلاح در این حکومت ناشدنی است. آقای خامنه‌ای در جایی خیلی سالها پیش به درستی دریافته بود و گفته بود که اگر ما دست بزنیم به این نظام، جایی رو بخواهیم اصلاح کنیم، همون بلایی رو سر ما خواهند آورد که بر سر گورباچوف آوردند. و گورباچوف رفت پای اصلاحات و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. چون نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه رو میتوان اصلاح کرد. بسیاری از نظام‌های خودکامه جهان زیر فشار بین‌المللی، زیر فشار اقتصادی جهانی، زیر فشار درونی تن به اصلاحات داده. یکی از خودکامه‌ترین، مخوف‌ترین حکومت‌های استبدادی در جهان حکومت تبعیض‌گرای
آفریقای جنوبی بود، زیر فشار جهانی و از آن سوی درگیری های یک نیروی بسیار بسیار توانا در درون کشور که ماندلا و زندان رهبری می کرد، سرانجام واپس نشست، واپس کشید و سرانجام یک تحول دموکراتیک در آفریقای جنوبی به وجود آمد. در سرتاسر آمریکای جنوبی حکومت‌های سرهنگان، حکومت‌های خودکامی خونریز بر سر کار بودند. شیلی، پینوشت، حکومت ژنرال‌ها در آرژانتین یک به یک پا پس کشیدند، یک به یک تن به اصلاحات دادند، عقب نشستند. و امروز در آمریکای جنوبی و بیشتر آمریکای مرکزی ما با ساختارهای انتخاباتی دموکراتیک، اساساً دموکراتیک روبرو هستیم. چون اینها حکومت ایدئولوژیک نبودند. ولی حکومت‌های ایدئولوژیک رو نمیتوان اصلاح کرد. حکومت‌های ایدئولوژیک هنگامی که دست به اصلاح میزنند، چون بر پای یک جهانبینی، یک دیدگاه بسته شکل گرفتند، از هم میپاشند. و این حکومت ایدئولوژیک میتواند بر پایه یک جهانبینی مدرن کمونیستی باشد که در دنیای 200 سال گذشته به وجود آمده، یا میتواند بر پایه یک رشته اندیشه های هزار ساله دینی استوار باشد. ولی بنیاد این نوع نگاه این است که حکومت رو از یک تنگنای جهانبینی، یک چشمنداز ایدئولوژیک میتوان اداره کرد. در حکومت های کمونیستی هرچه شما کمونیستر و وفادارتر به رهبری حزب و پلیت برو بودید، جایگاه بالاتری در جامعه پیدا می کردید. در حکومت دینی مانند حکومت ایران، هرچه شما مسلمان باورمندتر به آیین شیعی ولایت فقیه وفادار به رهبر باشید، به جایگاه بالاتری می رسید. تخصص جایگاهی ندارد، توانایی جایگاهی ندارد، بلکه نزدیکی به اون ایدئولوژی است، اون ساختار بسته قدرت است که همه چیز رو تعیین میکنه. و در اینجاست که آدم هایی مانند آقای روحانی و پیش از ایشان آقای خاتمی دریافتند که در بهترین حالت میتوانند تدارکچی آقای خامنه‌ای باشند. و اونهایی که تصمیم میگیرند که این زنجیر رو بکسلند، پاره کنند و بیایند و چشمنداز تازه‌ای رو حتی در چارچوب یک حکومت دینی به وجود بیاورن، مانند آقای کروبی و خانم رهنورد و آقای موسوی، اینها خانه نشین میشوند. و اگر هم در چنین جایگاه بلندی نبودند، تا به امروز سربنیز شده بودند. حکومت های ایدئولوژیک تن به اصلاحات نمیدهد و نمیتواند بدهد. و این است که این آقای خامن، آقای روحانی امروز، اون آقای روحانی نیست که این وعده ها رو میداد و میگفت که اگر شما تجمیع قدرت یا انباشت قدرت داشته باشید چنین و چنان میشود. درس دانشگاهی میداد، حرفای قشنگ میزد. منو یاد شبهایی میانداخت که خیلی خردسال بودم و آقای راشد حرف میزد. جالب بود، من نمیفهمیدم چی میگه، ولی همه میگفتن خیلی خوب صحبت میکنه، قشنگ صحبت کرده آقای روحانی، شده یک راشد تازه. اون تو در مقام رئیس حرم ولایت فقیه که چندان توانایی مردانه‌ای هم ندارد. اینجا این که میگویم مردانه، نه اینکه زنانه بد باشد، این رو با یه اشاره به موضوعی میگویم که امیدوارم شما دریافته باشید و من نمیتوانم در تلویزیون از اون صحبت کنم. که میدانید که کسی که رئیس حرم میشد چه بلایی بر سرش می آوردند. آقای روحانی رو هم به این معنا رئیس حرم کردند. کاری از ایشان بر نمی آید. نکته من در واقع این است که جسارت این انسان ها در کجاست؟ تا کی باید نگاه به منافع عمومی مردم ایران نکنند؟ تا کی باید برای ماندن در قدرت، برای بودن در چنین جایگاهی، هر آنچه حیثیت و شرف دارند رو پایمال کنند؟ آقای روحانی، شما آیا یک درجه ای از حیثیت و شرف برایتون باقی مانده که یک روزی با نوشتن نامه‌ای به آقای خامنه‌ای استعفا بدید و بگید من زیر بار چنین رفتاری نخواهم رفت؟ می توانید 10% شهامت آقای منتظری رو هم داشته باشید؟ یک کار اصولی رو در زمان خودش انجام داد و نام نیکی از خودش باقی گذاشت.
شما نه، شما این ریاست حرم رو پذیرفته اید و در چنین جایگاهی کاری از این دست از شما بر نخواهد آمد. بنابراین تمام اون کسانی که به من خورده می گرفتن که چرا گفتی نباید در این انتخابات شرکت کرد، این هم پاسخ شما. آقای خامنه ای در این دورانی که ما می دانیم عربستان، اسرائیل، مصر و ایالات متحده آمریکا برای درگیری نظامی بر ایران با ایران خیز برداشتند، می دانیم آمادگی درگیری جدی با ایران رو دارند، آقای خامنه‌ای از هر زمان دیگری بیشتر مش بر سینه میکوبند و دشمنی با آمریکا و درگیری با دنیا رو تبلیغ میکنند، به جای اینکه بگویند ما میخواهیم به درگیری‌های خودمان در خاورمیانه پاسخ بدهیم، میگویند به کوری چشم دشمنان ما در تمام کشورها دخالت خواهیم کرد. آقای خامنه‌ای با آینده مردم ایران بازی میکند. موضوع بر سر تنها سرنوشت خود جمهوری اسلامی نیست، این بازی با آینده مردم ایران است، بازی با سرنوشت میلیون ها انسان از کاری که آقای خمینی کرد. این که میگویند جنگ تحمیلی، راستی رو نگاه کنیم، این جنگ تحمیلی نبود. درست است که عراق به ایران حمله کرد، ولی من میدانم و شما میدانیم که آقای خمینی با برنامه در سودای این بود که انقلاب اسلامی رو به عراق بکشاند و صدام پیش دستی کرد با پشتیبانی کشورهای عربی به ایران حمله کرد. در این اندیشه بود که حکومت نسبتا جوان جمهوری اسلامی رو میتواند از پای درآورد. این جنگ تحمیلی نبود، این جنگ اجتناب ناپذیر نبود. صدام در تمام دوران رژیم محمد رضا شاه جرأت نمی کرد از چند کیلومتری اهواز هم رد بشود، تا چه رسد لشکرکشی به ایران. چرا جسور شد؟ چون دریافته بود که آقای خمینی و نیروهای شیعی درون عراق برنامه برای براندازی او دارند، تحریک می کردند. من شاهد بودم هنگامی که اون زمان سفیر اون زمان ایران در عراق منزل پدرم در باغ فردوس آمده بود و گریه میکرد پیش پدرم که آقا شما این مرد رو اگر میشناسید بروید پیشش وساطت کنید، میخواد با عراق جنگ را بیندازد که عراق پیش دستی کرد و به ایران حمله کرد. 1 میلیون از جوانان ایران در این جنگ دست کم 1 میلیون کشته شدند و میلیون ها نفر دیگر معلول و زخمی و ویرانی های ماندگاری برای ایران به جای نهاد. و دست آخر چه شد؟ همین آقای خمینی که میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، مانند جانشین او آقای خامنه‌ای که اینک میگوید آمریکا و دیگران نمیتوانند غلطی در مورد ایران بکنند، جام شوکران رو سر کشید و با خفت به اون پایان نامه جنگ تن در داد، بدون اینکه دلار، یک دینار غرامت جنگی دریافت کنه. کشوری ویران شد، میلیون‌ها نفر کشته و معلول و مجروح شدند برای سودای ایدئولوژیک یک رهبر و گروهی آخوندی که میخواستند حالا برمند و نجف و کربلا رو آزاد کنند و از اونجا به قدس بروند و از راه قدس تمام جهان رو بگیرند. از این سوداها این آقای البغدادی هم داره و داشت، فکر کرد خلافت اسلامی تازه رو ایجاد کرده. امروز در زیرزمین گوشه ای از این یکی شهرها زندگی میکنه و تنها با کارهای تروریستی به کار خودش ادامه میده. دنیای مدرن رو که شما نمیتوانید با این جهانبینی ها و ایدولوژی های قرون وسطایی و اندیشه های کاذب و فرومایه و عوام فریب از پای در بیاورید. و این واقعیت دنیای امروزه که پس از 40 سال حکومت دینی در ایران، ایران در یک تنگنای جدی قرار گرفته و بیم جنگ بار دیگر افزایش پیدا کرده و به جای اینکه درایتی در سر رهبران جمهوری اسلامی باشد، به جای اینکه آقای روحانی بیاید و بگوید که اگر شما به این کارها ادامه بدهید من استعفا میدهم، ایشان همچنان پایبوس رهبر هستند و اوامر ایشان را اجرا میکنند و آینده کشور ما را به خطر انداختند، یک پارچگی کشور ما را به خطر انداختند. برویم به بخش دوم این برنامه که باز هم ادامه همون سخنانی است که در بخش نخست با شما آغاز کردم.
آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی جانشین آقای امام خمینی به قول خودشان در همین روزها یا دیروز بوده در آستانه یوم الله، یکی دیگه از روزهای خدا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. ببینید این کشور ما یه زمانی معروف بود به کشور گل بل بل، حالا کشور از این یوم الله های هر روزه است. هر روز ما یکی از این روزا داریم، استکبار جهانی، مبارزه با برای مستضعفین، گرفتن قدس، برگشتن از قدس، رفتن به عراق. از این روزها سر تا سر این 40 سال کشور ما رو با این پرت و پلاها تباه کردند. یه درو میکشن میارن تو خیابون، مردم بدبخت رو گول میزنند. بله امروز روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی است. به راستی اگر جمهوری اسلامی از همان آغاز اندکی اندیشیده بود و کار آقای رهبر بسیار بسیار دانای کره شمالی رو انجام میداد که تقریبا از همین جنس حکومت ایران هست، منتها اون بیدینه، اینها دیندارن، اون به باور خودش اندیشه‌های مارکسیستی داره که معلوم نیست اصلا بدون مارکس کی بوده. اینها هم به داور خودشون بر پای احادیث 1000 خورده سال پیش کشور رو اداره میکنن. شما نگاه کنید واقعا اگر در آغاز انقلاب اینها توانسته بودن کاری رو که در عربستان انجام شد یا در کره شمالی انجام دادن انجام میدادن و ایران رو از این شبکه ارتباط جهانی اینترنتی جدا می ساختن، که خب عملی نیست، ایران کشور ویژه‌ای بود از این لحاظ در خاورمیانه، ولی گیرم که اگر می توانستن چنین کاری رو بکنن، این دانش آموزان و جوانان و آدم های بخت برگشته‌ای که میرن و سخنان آقای خامنه‌ای رو بوش می دهند و درباره روز مبارزه با استکبار جهانی می اندیشند، مانند اون کره های بدبخت، کره شمالی ها، شاید جدا فکر می کنن که دارن آمریکا رو ویران می کنن. جدا فکر میکنن که به زودی نیویورک رو با خاک یکسان خواهند کرد، 6-7 موشک خواهند انداخت و آمریکا تموم خواهد شد و کره شمالی قهرمان جهان خواهد شد. شما میدانید که در این گزارش هایی که به مردم کره میدند، حتی میگویند در بازی های المپیک هم کره از همه جلو زده، حالا به همه باخته، ولی خب به هر حال رهبر دستور میدهد که بگید ما موفق شدیم، دستور میدهد. تفاوت ایران با کشور کره شمالی در این است که این پرت و پلاها و هذیانهای تبالود رهبر انقلاب اسلامی و دیگر آخوندهای ایران وقتی از صافی اینترنت و آگاهی هایی که مردم دارند و ارتباطی که با دنیا ما داریم رد می شود، فکاهی است، شوخی است. استکبار جهانی، ایران یکی از منزوی ترین کشورهای جهان است، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، به مرز فقر در سطح کشورهای آفریقا رسیده، تباهی فساد بیداد میکنه در ایران و ایشان میگن ما روز استکبار جهانی است، میرویم تا دماغ امپریالیسم آمریکا رو به خاک بمالیم و اصلا شکست دادیم، به زودی هم وارد نیویورک خواهیم شد، از راه موصل و از راه فلوجا و از راه از این راههایی که میروند و کارهای انجام میدهند. اما جایی که خیلی برای من بسیار بسیار پردرد است این است که آقای خامنه‌ای با گستاخی تمام خودشون رو با مصدق مقایسه کردن، مردی که هیچ احترامی به قانون، حتی قوانین تبعیضگرای خود او نمیگذارد، خود این حکومت نمیگذارد، مردی که بهایی به حقوق فردی نمیدهد و میگوید همه بندگان این حکومت هستند، همه امت اسلام هستند، همه باید از او تقلید کنند، همه او رو باید نماینده امام زمان بدانند. آدمی که هیچ آشنایی جدی با پیشرفت و تمدن و توسعه دنیای امروز نداره و علاقه ای هم نداره که با دانش های نو در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی دنیای امروز آشنا بشه و تنها بهره ای که میگیرند از این دنیای امروز همین راه های اینترنتی و احتمالا گرفتن
دارو و معالجه و چیزهای از این دست است، ولی به دانش‌های دیگر کاری ندارن. ایشان خودش رو با مردی مقایسه میکنه که نماد قانونمداری مشروطه در ایران بوده، انسانی که فساد ناپذیر بوده، انسانی که به یکی از فرزندانش اجازه نداده که در اداره سیاسی جامعه دخالت کنند، به یکی از بستگانش اجازه نداده مانند پسر آقا و دیگر آقازاده ها کشور رو بگردونند. مردی که یک روزنامه نگار در تمام 27 ماه نخست وزیر به زندان به دلیل توهین به نخست وزیر نیفتاده، آقای خامنه‌ای خودش رو با این مرد مقایسه میکنه، میگه من از او برترم. ای مردم ایران بدانید این مصدق چوب اشتباهاتی رو خورد که من اون اشتباهات رو انجام نمیدم. مصدق رفت پای سازش و کنار آمدن با آمریکا از ترس انگلیسی ها و گول آمریکایی ها رو خورد و آمریکایی ها او رو انداختند. من سازش با آمریکا نمی کنم. گویا ایران ملک پدری اوست، دهکده ای که پدرش در مشهد که دارایی هم نداشته، از املاکی که شاید در خامنه به اونها رسیده، این رو واگذار کرده به آقای خامنه ای و گفته که فرزند این کشور ایران رو هر بلایی میخواد سرش بیار، این ملک ماست، این هم همه دهاتی های ما هستن، این امت ما، روستایان ما هستن، هر کاری میخوای با اینا بکن، سازش نکن با غرب، مذاکره با هیچ کس نکن، کنار نیا، کشور رو به خاک و خون بکش. و بعد هم بگو که نمونه ای از این کنار آمدن رفتار مصدق بوده، مصدقی که به راستی کوشید با آمریکا کنار بیاد، کوشید با انگلیس کنار بیاد، اصلا سیاست همین بود. ولی جالب اینجاست، اینجا باید این رو بگویم که در این روزگار پر از دغل و تزویر و دروغ، آدم هایی که از سوی هواداران رژیم گذشته ایران و یا از اون سوی برخواستند، یا از اون راه به نعمتی رسیدند، یا از سوی اونها به پول و جای رسیدند، مصدق رو متهم میکنند به اینکه حاضر نبود در سیاست با آمریکا و انگلیس کنار بیاد، در حالی که در سیاست شما باید با دیگران کنار بیایید. آقای خامنه‌ای از این سوی مصدق رو متهم میکند که با آمریکایی‌ها کنار آمد و برای همین هم انداختنش، و فراموش میکنن هر دو طرف که یکی، یعنی طرفداران رژیم گذشته ایران، با آمریکایی ها و انگلیسی ها برای براندازی مصدق همسو و هم پیمان شدن، و این طرف یعنی نیروهای مذهبی ایران هم دست کم در اون 6 ماه پایانی به کارزار براندازی مصدق پیوستن. برخی از اونها که آقای خامنه‌ای خیلی به اونها ارادت داره، یعنی فدایان اسلام، از همون آغاز زمامداری مصدق دشمن سوگند خورده او بودند. نگاه کنید به برگ‌های نبرد ملت آقای کرباسچیان، نگاه کنید به سخنان نواب صفوی که آقای خامنه‌ای با افتخار میگویند که در دامن ایشان، روی زانوی ایشان نشستن موقعی که ایشان آمد مشهد. نمیدونم ایشون چند سالشون بوده اون موقع، 6 7 سالشون 8 سالشون بوده، اونجا سیاسی شدن. حالا چگونه آدم روی زانوی کسی مینشینه و سیاسی میشه خدا میداند. ولی به هر حال ایشون فرمودن در همین تارنماشون هستش و در خاطراتشون که این بر اون بر ازشون بازگو میشه، میگن طلبه بودم البته اون زمان. خب ایشون سال 1318 به دنیا آمده، نواب سال 1325 به مشهد رفته، یک بار دیگر هم در سال 1328 به مشهد رفته. یا ایشان در اون هنگام 7 سالش بوده یا 11 سالش بوده. چگونه در 6-7 سالگی 11 سالگی آدم طلبه می شود خدا می داند. و به همین دلیل هم هیچگاه درس دینی رو تمام نکرده، چون در 7 سالگی 11 سالگی طلبه بوده و دیگر وقت نکرده به کارهای دیگر برسه. اما بازگردیم، و من قصدم امروز شوخی با ایشان نیست، اینها جدی است. آدمی است که می داند که ایران توانایی درگیری جنگی با کشورهای پیرامون خودش رو نداره، کشور ما به روز سیاه خواهد نشست. فکر میکنه که سپاه امام حسین و امام زمان به پشتیبانی او خواهند آمد و شمشیر خواهند کشید و کفار رو شکست خواهند داد
و یا ما میشویم فرزندان شهدای کربلا، همه کشته میشویم، کشور از بین میرود، تا هزار سال دیگر عده‌ای به نام ما مه درست کنند و زاری بکنند و گریه بکنند. اگر در دنیای امروز میتوان با زندگی 80 میلیون مردمی گونه بازی کرد که اتهام زد به مصدق که این مرد رفته سازش کنه با آمریکا و برای همین انداختنش، ما سازش نمی کنیم، ما کنار نمی آییم، سر هیچ موضوعی کنار نمی آییم، ما می ایستیم در مقابل آمریکا، در مقابل اسرائیل، در مقابل عربستان، در مقابل کشورهای دیگر، و همه امید ما به امام پوتین خواهد بود که او هم به پشیزی این کشور رو خواهد فروخت. تردید نداشته باشید، اگر اندکی در اوکراین با پوتین کنار بیایند، جمهوری اسلامی رو به چند روبل خواهد فروخت، اهمیتی برایش ندارد. باز سرنوشت آینده مردم ایران بازی می کند. ما با کسی کنار نخواهیم آمد. چرا؟ چرا کنار نخواهیم آمد؟ چرا باید آینده جامعه ایران این گونه رقم بخورد که گروهی ماجراجو، کسانی که 40 سال دارایی این کشور را دزدیدند، فساد و تباهی در کشوری به وجود آوردند که بی سابقه است، در هیچ دورانی از تاریخ ایران چنین فساد و تباهی ما نداشتیم، ویرانی برای محیط زیست به چنان درجه ایجاد کردند که شاید 100 سال طول بکشد، به درازا بکشد که ما این رو بتوانیم جبران کنیم. بافت اخلاقی جامعه ایران رو ویران کردند. کشور ایران رو که یکی از تواناترین کشورها در یک زمانی بود، امروز به کشور منزوی تبدیل کردند و حالا با کمال وقاحت میگوید چون ما پشتمان به اسلام و احادیث نبوی و احادیث ائمه اطهار هست و به ما گفتن که تا پایان کار میمانیم، ما با آمریکا کنار نمیاییم، ما راه مصدق رو نمیریم که رفت سازش کنه با آمریکایی ها، مذاکره کرد با آمریکایی ها و اونها انداختنش، ما میستیم و 80 میلیون مردم ایران رو قربانی میکنیم. این پیام رهبر است. بازی با سرنوشت مردم ایران. و در این فاصله نام زنده‌یاد محمد مصدق رو هم آلوده میکنند. این کفش برای شما آقای خامنه‌ای خیلی گشادتر از این حرف هاست. همون نعلین رو بپا کنید. پا در کفش مصدق نکنید. به پای شما نمیخوره. اون مرد یک قامت استواری در تاریخ ایران بوده. و شما باور کنید در آینده ایران تندیس که به جای خود نامی هم بجز بدنامی از شما نخواهند برد با این تباهی ها و فسادی که در ایران وجود داره، با این همه ستمی که بر مردم می رود. در کدام دوره رژیم گذشته ایران ما با چنین خودکامگی روبرو بودیم؟ اندکی انصاف داشته باشیم. من و خانواده من در شمار مخالفان رژیم گذشته ایران و منتقدان به رژیم گذشته ایران بوده و هستیم. پدر من بارها به زندان رژیم گذشته ایران افتاده، از یاران زنده‌یاد محمد مصدق بود. در ایران ما با فقدان آزادی سیاسی روبرو بودیم، ولی آزادی های دیگر وجود می داشت. آزادی های اجتماعی برقرار بود. شما امروز نه تنها با فقدان آزادی سیاسی ده‌ها بار بیشتر از دوران رژیم گذشته ایران روبرو هستید، کمترین آزادی اجتماعی را ازش برخوردار نیستید. مسائل ساده‌ای مانند شرکت زنان در یک ورزشگاه، در یک استادیوم مورد نقد و بررسی و سانسور و فشار حکومت. کدام کشور دیگر رو جز مانند عربستان و غیره ما سراغ داریم که در زندگی خصوصی مردم چنین رفتاری رو کرده باشند؟ ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و من باید رفته رفته این سخن رو کوتاه کنم. ولی سخن من در این است که گیرم که شما ایراد به مصدق دارید، میگویید که مصدق سازش کرد. حالا این بحث جدایی است، من بحث تاریخی امروز نمیخوام با آقای خامنه‌ای بکنم. بگذاریم که ایشان سواد آشنایی با این تاریخ رو هم ندارند، اصلا نمیتوانند دریابند این تاریخ رو.
اما بیرم که شما میخواهید راه مصدق رو نروید و آمریکایی ها علیه شما کودتا نکنند. آیا نگران نیستید که با این نوع برخوردها، با این نوع ماجراجویی ها، کودتا که سهل است، با شما جنگ خواهند کرد؟ آقای خامنه ای، آقای روحانی، اگر دل مشغول و نگران سرنوشت مردم ایران نیستید، دست کم نگران سرنوشت حکومت خودتون باشید. این راهی که می روید، این مشتی که بر سینه می کوبید و مبارزه با آمریکا رو طلب می کنید و می گویید که زیر بار هیچ گونه مذاکره نخواهید رفت، کشور ما رو به ویرانی خواهد کشید و حکومت شما رو هم از دست شما خواهد گرفت. اصلا تلی از خاکستر می تواند کشور ما رو بکند، چند پاره بکند، نامی از ایران جز در کتاب‌های تاریخی به جای نماند. و آیا افتخار شما در آینده این خواهد بود که حکومت شما اولین حکومتی باشد که یک پارچگی ایران رو به خطر انداخته؟ امیدوارم که زمانی اندکی درایت در سر رهبران جمهوری اسلامی پدیدار شود، جدا از اینکه با دیدگاه های آدم هایی مانند من اصلا نزدیکی داشته باشند یا نداشته باشند، که می دانم کمتری نزدیکی ندارند، دست کم به آینده این کشور بیندیشند. راهی جز کنار آمدن با کشورهای دیگر نیست، راهی جز با همزیستی با کشورهای همسایه نیست، راهی جز دست کشیدن از ماجراجویی های در منطقه وجود نداره. ایران باید روابط دوستانه با تمام کشورهای پیرامون خودش از جمله عربستان، از جمله اسرائیل و دیگران داشته باشه. راهی جز این نداره و باید برای ماندن و یک پارچه بودن از این راه گذر کنه. البته گفتگوی ما، گرفتاری ما، چالش ما با حکومت تنها در راستای یک پارچگی نیست. دموکراسی، حقوق بشر و رفع تبعیض است. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش بود.